به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز سه شنبه 25 ماه قوس سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 16 ماه دسامبر سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. حمله گروهی مرگبار برای مکتب زرهداری ارتش پاکستان در شهر پشاور. درگیری میان صدها جنگجوی طالبان نیروهای امنیتی در بالاسوری دانگام ولایت کنر. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواب وحشتناک برای ناظران اتحادیه اروپا. و نگرانی رولاغنی از نبود پزشک ولادی بنسایی در 9 ولایت کشور. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در حمله زن مهاجم انتحاری بر یک مکتب زرهداری ارتش در پشاور پاکستان 132 تن کشته شدند و نزدیک به 250 تن دیگر زخم برداشتند. مقام‌های پاکستانی میگویند که در جریان درگیری میان نظامیان پاکستانی و مهاجمان 16 انفجار نیز در داخل این مکتب رخ دادند. طالبان پاکستانی مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. این حمله مرگبارترین حمله گفته شده است و واکنش‌های جهانی را نیز به همراه دارد. حمله گروهی از مهاجمان انتحاری بر یک مکتب زیر اداره ارتش پاکستان در شهر پشاور آرامش این شهر را برهم زد. این حمله کنندگان با لباس نظامی به روز سه‌شنبه در ورسک رود پشاور داخل یک مکتب شدند و شمار زیادی از دانش آموزان و آموزگاران این مکتب را گروگان گرفتند. اما با رسیدن نظامیان پاکستانی به محل رویداد درگیری آغاز شد و چرخبال‌های نظامیان پاکستانی به پرواز درآمدند و درگیری چندین ساعت بعد درازا کشید. ما دیدیم که 6 تن از دیوار بالا رفتند. فکر کردیم که شاید کودکان بازی کنند، اما پس از آن جنگ افزارهای زیادی را دیدیم و آنان بر ما تیراندازی کردند و ما به یک صنف درسی گرفتیم و در را بسته کردیم. کودکان من در این مکتب درس می خواندند. صبح امروز خبر شدم که شما را از جنگجویان بر این مکتب داخل شدند و تیراندازی کردند. یکی از پسران من توانست از این مکتب بیرون شود، اما یکی دیگر آن هنوز گیر مانده است. طالبان پاکستانی اعلام کردند که در واکنش به عملیات ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی بر این مکتب حمله کردند. حمله ای که نخست وزیر پاکستان و رئیس ارتش این کشور را واداشت تا به پشاور بروند. رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس ارتش و رهبران احزاب گوناگون به شمول عمران خان رئیس تحریک انصاف پاکستان این حمله طالبان را نکوهش می کنند. رئیس جمهور پاکستان تاکید می ورزد که چنین حمله ها نمی توانند روحیه ملت پاکستان را ضعیف سازند. ممنون حسین میگوید که عملیات ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی ادامه خواهد یافت. سخنگوی یونیسف یا صندوق حمایت سازمان ملل متحد از کودکان در پاکستان این حمله را در پشاور غم‌انگیز می‌داند. یونیسف تمامی حمله ها که به کودکان و دانش آموزان آسیب می رسانند را محکوم می کند. این حمله ها در مخالفت با اصول اساسی بشریت است و برای ما پذیرفتنی نیست. در همین حال رئیس جمهور غنی این حمله را بر کودکان بیگناه نیز نکوهش می کند و می گوید که این کار به گونه کامل یک عمل غیر اسلامی و غیر انسانی است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور با نکوهش این حمله می گوید که این حمله بار دیگر نشان داد که افغانستان و پاکستان قربانی حمله های هراس‌افگنانه هستند و استفاده ابزاری از هراس‌افگنی به سود هیچ کس نیست و نیاز است تا پیکار راستین با این پدیده شود. نخست وزیر هند نیز با محکوم کردن این حمله با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز همدردی می کند. در پاکستان 146 مکتب وجود دارد که در آنها کودکان کارمندان بخش های امنیتی و نظامی پاکستان مشغول آموزش هستند. در حمله گروهی طالبان بر ولسوالی دانگام بیشتر از 40 جنگجوی طالب کشته شدند و نزدیک به 50 تن دیگرشان زخم برداشتند. رئیس ارکان قلوردی 201 سیلاب میگوید که روز یکشنبه در حدود 1000 طالب بر بخشهایی از ولسوالی دانگام کنر حمله کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. و میگوید که طالبان بر آن بخشهایی از دانگام حمله کردند که باشندگان این بخشها چند پیش در برابر طالبان خیزش را به راه انداخته بودند. این درگیری هنوز هم به گونه پراگنده ادامه دارد. حازم آرش جزئیات را گزارش می‌دهد.
حمله گروهی طالبان بر ولسوالی دانگام ولایت کنر. رئیس ارکان قلردوی 201 سیلاب میگوید که بامداد روز یکشنبه گروهی از طالبان مسلح داخلی و خارجی بر چند پاسگاه ارتش ملی و خانه های کسانی که در برابر آنان در این ولسوالی به خیزش دست زده بودند حمله کردند. 1000 افراد طالبان خارجی و داخلی یک حمله هجومی را به آورده بودند. مسئولان امنیتی میگویند که دیشب درگیری های سختی میان طالبان مسلح و سربازان آغاز شدند که چند ساعت به دراز کشیدند. در نتیجه ده ها طالب کشته شدند و ده ها تن دیگرشان هم زخم برداشتند. دشمن که اکثرش پنجابی ها بودند، تلفات فوق العاده انگفتی را به بار آوردند. 40 نفر کشته دشمن بود در میدان باره بمانده، 47 نفر زخمی دشمن و فعلا پرسنل بیدار و دلیر قلوردوی 201 سیلاب با سایر نیروهای امنیتی دشمن در ساحل ردیابی میکنه. در این حال نمایندگان کنر از ناامنی ها در این ولایت نگران هستند. دانگام پلیس والی من یو ډیر غټ هجوم راوړل چې تقریبا دغه د زر دول سوا په تعداد معنی دي او ډیر درانه تلفات هم راخوتلې دي. هله منه پم دې ما چې زمنګ د کورنۍ او چارو وزارت زمنګ دفاع وزارت عاجل اقدام وکي او دې خلکو ته ورورسي. ها ایتو بس چې ټانک نګل سن خیال کړی. پیش از این نیز چندین بار طالبان داخلی و خارجی بر ولسوالی های کشور به گونه گروهی حمله کرده بودند، اما این بار طالبان با یک گروهی 1000 نفری بر ولسوالی دانگام حمله کردند. آگاهان نظامی به این باور هستند که اگر حمله های مخالفان مسلح دولت جدی گرفته نشوند، دامنه این حمله ها به ناامنی ها به بخش های دیگر کشور نیز گسترش خواهد یافت و دولت با دردسرهای بیشتر روبرو خواهد شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا افغانستان را از هم یک جای خطرناک می‌داند. باراک اوباما می‌گوید که آمریکا کارهای بیشتر را در افغانستان انجام خواهد داد، زیرا این کشور آن هم یک جای خطرناک است. با گفته اوباما، هدف از حضور نظامی آمریکا پس از سال 2014 میلادی در افغانستان به سر رساندن آن کارهایی است که تاکنون انجام نشدند. باراک اوباما از هزاران سرباز بازگشته از جنگ افغانستان در یک پایگاه نظامی در ایالت نیوجرسی استقبال کرد. اوباما میگوید که در نتیجه فداکاری های این سربازان، امریکاییان اکنون آزادی و امنیت بهتر را احساس میکنند. اما وی میافزاید که پایان ماموریت جنگی امریکا در افغانستان به معنای پایان کار در این کشور نیست. The transition that we're making in Afghanistan will be complete. تا دو هفته آینده روند انتقال در افغانستان پایان خواهد یافت. نیروهای امنیتی افغان مسئولیت امنیتشان را به گونه کامل خواهند کرد و پس از 13 سال ماموریت جنگی من پایان خواهد یافت. اما این به معنای این نیست که همه چیز در افغانستان خوب هستند. افغانستان هنوز هم یک جای بسیار خطرناک است. هرچند شما توانستید هسته القاعده را نابود کنید، اسامه را به عدالت بسپارید، طالبان را به عقب برانید، به نیروهای امنیتی افغان کمک کردید تا مسئولیت ها را بپذیرند. در برگزاری انتخابات تاریخی افغانستان و انتقال صلح آمیز قدرت کمک کردید. اما با وجود تمامی چالش ها، مردم افغانستان اکنون به یک آینده بهتر می نگرند. رئیس جمهوری ایالات متحده میپذیرد که هنوز هم بازمانده های القاعده در افغانستان تهدید به شمار می روند و پنتاگون برای دنبال کردن این بازمانده ها و نگهداری دستاوردهای 13 سال گذشته عملیات ضد هراس افغانی را در این کشور ادامه خواهد داد. حتی در صورتی که ما ماموریت جنگی من را پایان می دهیم، تعهد من به افغانستان ماندگار است. ما به یک حضور نظامی محدود ادامه خواهیم داد، زیرا ما ناگزیر هستیم آموزش و تجهیز نیروهای افغان را ادامه دهیم و عملیات ضد هراس افغانی را انجام دهیم. و علت آن این است که هم بازمانده های القاعده در افغانستان حضور دارند. ما می خواهیم دستاوردهایی را که با قربانی شما به دست آمده اند نگه داریم. ما خواهان یک افغانستان با ثبات و با هم هستیم. رئیس
رئیس جمهوری آمریکا پایان ماموریت جنگی این کشور را در افغانستان نقطه عطف می‌داند، زیرا به گفته اوباما هنگامی که وی در سال 2009 میلادی به کاخ سفید رسید 180 هزار سرباز آمریکایی در عراق و افغانستان حضور داشتند و تا پایان همین ماه شمار آنان به کمتر از 15 هزار سرباز خواهد رسید. آیت ناظران اتحادیه اروپا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را برای ناظران این اتحادیه یک خواب وحشتناک میداند. رئیس این هیئت میگوید که از انتخابات با این همه تقلا هیچ خوشنود نیست، اما امیدوار است که در انتخابات های بعدی به خواست و آرای مردم حرمت گذاشته شود. در این حال رئیس این هیئت ایجاد حکومت وحدت ملی را بهترین گزینه برای افغانستان میداند. ناظران اتحادیه اروپا خواهان به کیفر رسیدن تقلبکاران هستند و میگویند که هرگاه تقلبکاران به کیفر نرسند، آوردن هر گونه اصلاحات جای را نخواهد گرفت. شکیلا ابراهیم خیل گزارش میده. هیئت ناظران اتحادیه اروپا آخرین یافته‌هایش را درباره انتخابات افغانستان اعلام کرد. رئیس این هیئت در آخرین نشست خبریش خواهان اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی افغانستان شد. هیئت ناظران انتخابات اتحادیه اروپا هرچند ایجاد حکومت وحدت ملی را بهترین گزینه برای افغانستان می‌داند، اما از چگونگی انتخابات ریاست جمهوری خوشنود به نظر نمی‌رسد و آن را خواب وحشتناکی برای ناظران می‌داند. شما گواهی انتخابات بودید، با شرکت در انتخابات خطر بزرگ را پذیرفتید، روند بازرسی را هم گواه بودید و دیدید که شماری از رای ها باطل شدند. 1.8 میلیون رای باطل شدند، اما فکر میکنیم که بیشتر از این هم قرار بود باطل شود. زمانی که تقلب به این پیمانه بزرگ باشد، نمیتوان از این انتخابات خوشنود بود و زمانی که چنین رویداد رخ میدهد، برای هر ناظر میتواند خواب وحشتناک باشد. امیدوار هستم انتخابات بعدی به خواست مردم بیشتر حرمت گذارد. رئیس هیئت ناظران اتحادیه اروپا میگوید تا هنگامی که تقلبکاران مجازات نشوند، هیچ اصلاحات انتخاباتی اثرگذار نخواهد بود. با کسانی که تقلب کردند باید برخورد قانونی شود، زیرا تا هنگامی که مسئولیت قضایی وجود داشته باشد، بهترین راهکارهای انتخاباتی هم نمیتواند مانع تقلب شوند. نگهداری اعتبار و بی‌طرفی کمیسیون‌های انتخاباتی، آوردن اصلاحات بنیادی در نهادهای انتخاباتی، مجازات تقلبکاران انتخاباتی و کسانی که به تقلب متهم هستند، ثبت نام‌های رای‌دهندگان بر بنیاد شناسنامه‌های برقی و ایجاد یک راهکار پژوهشی درباره فساد انتخاباتی از پیشنهادهای مهم هیئت ناظران اتحادیه اروپا به حکومت افغانستان هستند. معاون دوم رئیس جایه از معرفی کابینه در هفته آینده خبر میدهد. محمد محقق میگوید که به زودی کابینه تازه برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی خواهد شد. وی وجود اختلاف نظرها را در کار معرفی نشدن کابینه رد میکند، اما میگوید که علت تاخیر تنها شناسایی افراد شایسته برای مقام های کلیدی بوده است. صالح صادق گزارش میدهد. تنها دو هفته دیگر و پایان مهلت دو هفته‌ای مقام‌های حکومت وحدت ملی برای معرفی نامزد وزیران مانده است. این مقام‌ها پیش از برگزاری نشست لندن وعده سپردند که در مدت 2 یا 4 هفته آینده نامزد وزیران را به مجلس نمایندگان معرفی خواهند کرد. اما تا کنون از معرفی این نامزد وزیران خبر نیست. توافقات شده، فقط اسامی وزرا شاید هفته آینده معرفی شد. در همین حال مردم میگویند که از بحر سالنگاری ها و بی‌مسئولیتی ها در نهادهای دولتی به علت حضور سرپرست وزیران به سطوح آمدند. آنان می‌افزایند که مقام های حکومت وحدت ملی نباید بیشتر از این صبر و حوصله مردم را آزمایش کنند. تمام مردم با سطوح آمدن و خواستاری هستند که زودتر معرفی کنند تا یکی دیگر دولت بخی بی‌اعتبار نشد از نظر مردم. سیاستمدارای ما هر چه زودتر کابینه جدید معرفی کنند. فقط منتظر کابینه هستند که کابینه تعیین شود و همگی یا کارمند استخدام کنند و مردم به وظیفه بگیرند و همه چی فعلا استاپ شده. افزون بر این چالش ها، نبود یک کابینه مشروع کارهای بازرگانی را هم با دشواری ها روبرو ساخته است. امروز میگن که کابینه اعلان میشه، مردم منتظر میمانن. وقتی کابینه باز به تایید مفته، آثار بلند میره. این دموهاد بالای خود میمانه. این سر مواد غذایی، سر البسه، سر تمام واردات در کشور تاثیر میکنه.
در حال که مقام های حکومت وحدت ملی بارها وعده کرده بودند که کابینه تازه را 45 روز پس از ایجاد این حکومت معرفی خواهند کرد، اما تا کنون از ایجاد کابینه خبر نیست. ادامه خبرها از طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز. 9 ولایت افغانستان پزشک زن ندارد. همسر رئیس جمهور غنی با نگرانی از نبود پزشکان نسایی به ولادی زن در این ولایت ها می خواهد که شمار پزشکان زن و قابلگان در کشور افزایش شود. در این حال انجمن پزشکان نسایی و ولادی کشور نامنی ها را بزرگترین چالش فراهرای عرضه خدمات بهداشتی در کشور می دانند و می گویند که اناسم افغانستان در صدر کشورهای ایستاده است که بیشترین آمار مرگ و میر مادران را دارد. این انجمن افزایش سرطان های رحم و پستان را بزرگترین چالش در برابر نهادهای بهداشتی می داند و می گوید که هیچ مرکز درمان برای این سرطان ها در کشور وجود ندارد. در این باره هم شکیلا ابراهیم خیلی گزارش دارد. نبود پزشکان و قابلگان در بسیاری از ولایت های کشور سبب افزایش مرگ و میر مادران و کودکان شده است. همسر رئیس جمهور غنی با اشاره به پیشرفت‌ها در زمینه ارائه خدمات بهداشتی به مادران و کودکان از نبود پزشک ولادی و نسایی در 9 ولایت کشور سخت نگران است. 9 ولایت هیچ دکتر نسایی ولادی ندارد. فلهذا کشوری به تربیت و تجهیز تعداد بیشتر کارکنان نسایی ولادی نیاز دارد. دلایلش ناامنی است. خانم‌ها نمی‌توانند که مثلا از یک ولایت برن به ولایت دیگه اونجا عرضه خدمات بکنم. همسر رئیس جمهور غنی توجه به تندرستی مادران و کودکان را برای آینده افغانستان بسیار مهم و ارزنده می‌داند. رول کابیلاها در صحت طفل و مادر بسیار ارزنده است. لازم است که وزارت صحت عامه با کمک دوستان بین المللی ما با مشکلات زندگی کابیلاها و ضرورت‌های تکنیکیشان توجه داشته باشند. در همین حال انجمن پزشکان نسایی و ولادی نامنی‌ها را بزرگترین چالش فرارای ارائه خدمات بهداشتی در کشور می‌داند. ما در یک لک ولادت زنده 1600 خانم فوتی داشتیم. ولی آله خوشبختانه به 327 رسیده. ولی خوشبختانه به خاطر گفته نمی‌تونیم که هنوزم در بلندترین لیست در مرگ و میر مادرها در جهان قرار داریم. و کار زیاد کار داره که ما باید بتانیم به موفقیت های بیشتر برسیم. در حال حاضر در سراسر کشور 373 پزشک نسایی و ولادی وجود دارند که 249 تن آنان در کابل کار می کنند و نیز در سراسر کشور 4000 قابل فعالیت دارند، در حالی که انجمن پزشکان نسایی و ولادی افزایش شمار قابلگان را به 6000 از نیازهای جدی کشور می داند. با گذشت نزدیک به 80 روز از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی تا هنوز هیچ نشانه از آمدن اصلاحات در ساختار کمیسیون های انتخاباتی دیده نمی شود. نهادهای ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری با ابراز نگرانی از این کار می گویند که حکومت وحدت ملی تا کنون تعهداتش را برای آوردن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی عملی نکرده است. این نهاد هشدار می دهد که اگر در نهادهای انتخاباتی اصلاحات بنیادی به میان نیاید، حضور مردم در انتخابات شورای ملی کمرنگ خواهد بود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. مقام های بلندپایه حکومت عامل اصلی فساد در گمرک های کشور گفته می شوند. شمار از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که بخش از درآمد های دولت در گمرک ها با زمین سازی مقام های حکومتی به جیب افراد و اشخاص می روند. در این حال اتحادیه کمیشن کاران نیز از موجودیت فساد در گمرک ها توسط کمیشن کاران غیر رسمی که توسط مقام های بلندپایه حمایت می شوند سخن می گویند. دستبرد به درآمدهای گمرکی و فساد در گمرک‌ها به ویژه در یک سال اخیر بیش از هر وقت دیگر مطرح شدند. نمایندگان مجلس میگویند که این دستبردها و فساد با زمینه‌سازی مقام‌های حکومتی انجام می‌شوند. عواید گمرکات افغانستان ایف و مایل میشه، اما چون این اشخاص و افرادی که در خود حکومت است در رده های اول هستند، اینا زیادتر در امو گرفتن عواید گمرک شریک هستند. بارها کمیسیون اقتصاد ملی از مسئولین وزارت محترم مالی از ریاست گمرکات در این مورد وضاحت داشتند، اونها هم قبول کردند که همچون مسائل است.
رئیس اتحادیه کمیشنکارا می گوید که بانک کمیشنکارا بر بنیاد قانون گمرک ها کار می کنند، اما کمیشنکاران غیر رسمی هم هستند که با حمایت مقام های حکومتی فساد و دستبرد به درآمد های گمرکی را فراهم می سازند. که فساد پیش دست میزنن به فساد از بسیار مقامات بالا جای ها از بخش هایش درست است که ما بگویم که از کجا حمایت میشن. میپذیریم که در گمرکات ما فساد وجود داره، ولی با آن قدر، با آن اندازه که در راپورها جلوه داده میشه، با آن اندازه نیست. اتحادیه کمیشنکاران میگوید که کمیشنکاران رسمی سالانه 25 هزار افغانی به دولت عقل امتیاز میدهند و 500 هزار افغانی در بانک به گونه ضمانت میگذارند تا در صورت قانون شکنی از این پول جریمه نقدی شوند. و این هم نرخ شمار از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 58 افغانی و 10 پول، یک یورو 72 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 930 افغانی، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 573 افغانی. با عرض سلام، باشگاه افغان قهرمان نخستین دور رقابت‌های فوتبال ساحلی لیگ الف شهر کابل شد. در دیدار پایانی رقابت‌ها باشگاه افغان با غلبه بر پرورشگاه بر سکوی قهرمانی استاد. مسئول کمیته فوتبال ساحلی کشور هدف از برگزاری رقابت‌ها را شناسایی استعدادهای تازه در تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان گفته است. در دیدار پایانی این رقابت‌ها تیم‌های افغان کلب و پرورشگاه به مسافه یکدیگر رفتند و سرانجام افغان کلاب 8-4 به پیروزی رسید و جام قهرمانی را به دست آورد. مسابقات در سطح بسیار خوبی برگزار شد. با اینکه جوانان بسیار خوبی به این رشته روی آوردند، ما دیدیم که از سطح بسیار خوبی برخوردار هستند و واقعا راضی کننده بود. بسیار به سطح خوب برگزار شد. بیشتر برگزارکن فوتبال تا بتونه همین بازیکنان فوتبال ساحلی با قانونش بلد شود. در پایان این رقابت‌ها وحیدالله واحدی از افغان کلاب به عنوان بهترین مربی، محمد عمران ولی زاده از افغان کلب به عنوان بهترین گلزن و مصور از تیم پرورشگاه به عنوان بهترین دروازه‌بان برگزیده شده. رقابت‌های انتخاباتی تیم ملی بدمینتون افغانستان امروز در پایتخت برگزار شدند. هدف از برگزاری این رقابت‌ها شناسایی 36 چهره برتر به تیم ملی بدمینتون مردان کشور گفته شده است. این رقابت‌ها در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شدند. بیشتر از 100 بدمینتون باز از ولایت‌های ایراد، تخار، بلخ، غزنی، پروان، بغلان، کندوز، ننگرهار و کندهار به پایتخت آمدند و برای به دست آوردن پیراهن‌های تیم‌های ملی بدمینتون کشور در برابر هم بر رقابت می‌پردازند. هر قدر که ما همچون مسابقات بگیریم، فکر کنم که بیشتر اینا آماده تر به مسابقات بیرون مرزی میشن. اولین تجربه تیم بدمینتون ولایت تخار است. با امیدوار هستم که نتیجه خوب بگیریم. در پایان این رقابت‌ها 4 چهره برتر جواز حضور بر رقابت‌های بدمینتون دهه فجر را که تا یک ماه دیگر در ایران برگزار خواهند شد نیز به دست می‌آورند. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. ولی شما دعوت می‌کنم که با برنامه‌های دیدنی طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. شبتان بخیر. خدا نگهدار.